ایور به پیش استرید میره و بهش میگه اول برای کار تو اومدم. به نظر میرسه که کار واجب تریه. استرید اون رو به پیش یک دیار نورد میبره. استرید میگه اون یک دین هستش به نام رولو. در مهمانی شب اول اوت که منو دزدیدی باید منو به پیش او ببری و او منو به فرانکیا ببره. ایدرد میگه دین ها فقط برای دزدیدن سرزمین ها اینجا هستن. عجیبه که توی دین داری به ما کمک میکنی. ایور میگه بعضیاشون آره، اما من به دنبال پیدا کردن متحد و بزرگ کردن سرزمین خودم هستم. خیلی زیرکانه نیست که سرزمین خودم نروژ رو ترک کردم. استرید میگه نروژ سرزمین های سخت و سردتر از شمال. خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم. ایور میگه سرزمینی که راهی به سوی والهالا داره تا والکری ها بتونن روح مرده های ما رو به مهمانی ابدی ببرن. ایور به دیدار رولو در یک فاحشه خانه میره. یک فاحشه دست های رولو رو بسته و داره باش بازی میکنه. ناگهان ساکسون ها میریزن داخل. اونها به بیرون میرن و با ساکسون ها مبارزه میکنن. بعد از مبارزه رولو میگه اونها کمپ منو هم احتمالاً پیدا کردن. اونها به قصد کشتن افراد من اومدن. ایور از قصدش برای ملاقات با او و استرید میگه. رولو به ایور آدرس کمپشون در شمال اینجا رو میده که با همدیگه باید اونجا رو ملاقات کنن. ایور به شمال شهر به کمپ رولو که میرسه میبینه افراد کمپ رولو کشته شدن و رولو دو نفر به نامهای لورک و گرهیل رو دستگیر کرده و احتمال میده یکی از اونها خائن باشه. ایور با لورک و گرهیل صحبت میکنه و به رولو توضیح میده. گرهیل زنی حسود به نظر میرسه. میگه تو با ساکسون ها رفت آمد داری و نسبت به مردم خودت بی‌اعتنایی. همچنین اون حس خوبی نسبت به استرید نداره. به شکار خرگوش رفته بود. رولو میگه اون همیشه با من بوده و نزد من شمشیر میزد. از بچگی عاشق تیراندازی و شکار بوده. در مورد لوک، اون به پدر تو مدیون بوده و برای همین از تو محافظت میکرده. اون هم به شکار رفته بود در حالی که انبارهای شما پر از گوشت خرگوش بوده. احتمال داره اون از حفاظت تو خسته شده و قصد داشته باشه تو رو بکشه تا از این دین راحت بشه. رولو میگه اون به هر حال پیر شده و من اون رو آزادش میکردم بدون خونریزی. ایور تصمیم خودش رو میگیره و میگه گرهیلد خائن هستش. در نتیجه رولو گرهیلد رو میکشه. رولو آدرس زندانی که افرادش رو بردن به ایور میده. اونجا بندر والتون هستش که افراد رولو در اونجا زندانی شدن. ایور به کمپ نظامی نفوذ میکنه و افراد رولو رو مخفیانه آزاد میکنه. بعدش در یک مبارزه او به کمک افراد رولو ساکسون های کمپ رو میکشن. بعد از این قضایا ایور از رولو قول میگیره که به استرید کمک کنه تا با فرانکیا بره. رولو میگه من اون قبلا با هم بودیم، اما الان همه چی بین ما تموم شده. من به عهدم وفادارم و منتظر خبر از طرف تو هستم. بعدش ایور برای پیدا کردن آلفیدا به مولدون میره، اما متوجه میشه که ساکسون ها به خانه ریختن و در اونجا حضور دارن. ایور پسر جوانی رو در حالی که در استبل قایم شده پیدا میکنه. پسر میگه برو گم شو، شما دیگه چی میخواید؟ ایور میگه آروم باش پسر، من ساکسون نیستم، برای دیدن زنی اومدم. پسر که الوریش نام داره برادر آلفیدا هستش. آدرس زندان آلفیدا در برنتوود رو به ایور میده. ایور به اونجا میره و در کمپ نظامی آلفیدا رو پیدا میکنه و به خانه برمیگرده. صبح روز بعد آلفیدا به الوریش میگه به خاطر دزدیدن چند تکنان نزدیک بود منو بکشن. کی میخوای بزرگشی و دید بهتری به دنیا داشته باشی؟ الوریش میگه این دشمنی به خاطر نان و شکم نبوده آلفیدا. آلفیدا به ایور میگه ببخشید، اون بدون پدر و مادر بزرگ شده و به اون سختی که انتظار داشتم بزرگ نشد. ایور در مورد ارستان به آلفیدا توضیح میده که او هنوز عاشقشه و قراره به اینجا بیاد تا تو رو ببینه. آلفیدا میگه خیلی وقت ندیدمش. ارستان عزیز، باید در این مورد به الوریش توضیح بدم. نمیدونم اون بپذیره یا نه. بعد از مدتی برستان با علامت آتش ایور به اونجا میرسه و از دیدن آلفیدا خوشحال میشه و میگه تو هنوز همون چشمان زیبا رو داری آلفیدای عزیز. باورم نمیشه تو رو بعد از 20 سال دیده باشم. آلفیدا در مورد برادرش توضیح میده که اون همه خانوادشه و باید او رو هم همراه او بپذیره. ارستان با کمال میل میپذیره. اکنون ارستان و آلفیدا پس از سالها به هم رسیدن و قراره در خوشبختی با هم زندگی کنن. حالا ایور نصفی از عهد خودش رو ادا کرده. حالا باید به مهمانی ساکسون ها بره و استرید رو بدزده. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما می توانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.